اجرا میکنم و یک تور خداحافظی مثل باقی دوستان، ولی واقعا خداحافظی جدیه. ممکنه بعدش بخوام کارهایی بکنم که اون هم هر سال یه بار، هر دو سال یه بار. اونم فکر میکنم واقعا قصدم این است که بتونم در کارهای خیریه خودم رو وارد بکنم و بتونم خودم رو در اختیار جاهایی بذارم که بتونم ازم استفاده بکنم برای مسائل خیرخواهان. شرط حالا سه بار خداحافظی کرده. ممکنه بعدش بخوام کارهایی بکنم که اون هم هر سال یه بار، هر دو سال یه بار. اونم فکر میکنم واقعا قصدم این است که بتونم در کارهای خیریه خودم رو وارد بکنم و بتونم خودم رو در اختیار جاهایی بذارم که بتونم ازم استفاده بکنم برای مسائل خیرخواهان. شرط حالا سه بار خداحافظی کرده. میدونم کار سختی است. برای اینکه واقعا این یک عشقه و عشق عظیمی هم هست. کنار گذاشتنش واقعا مشکله. میدونم واقعا مشکل هست، ولی من ترجیح میدم که با مشکلاتش بسازم. مادیات چی؟ مادیات اونقدر برای من مهم هست که بتونیم من و مهشید یک زندگی آروم داشته باشیم. اینه یه فرده کسی با اینکه خدافزی کردی بیاد بگی آقا من سه برابره اون چیزی که نرمالی شما دست باز میگیر میخوام بپردازم یه طور دیگه با هم دیگه انجام نه بدیم. مطمئن باشی نکنم نمیکنم. اینجا قول میدم این نواره میتونید یه دارید اگر این کنم پخش امروز که محتاج تو جای تو خالیش فردا که میایی به سراغم نفسی نیست بر من نفسی نیست نفسی نیست در خانه کسی نیست نکن امروز را فردا بیا با ما که فردایی نمیماند که از تقدیر و فال ما در این دنیا کسی چیزی نمیداند تا آینه رفتم که بگیرم خبر از خود دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی نیست من در پی خویشم به تو برمیخورم اما در تو شدم کن به من دست رسی نیست صبح از آلبوم آخر کردی و گفتی آخرین آلبومم رو میخوام به بازار عرضه بکنم و بعد خداحافظی کنم از یه طرف دیگه ای بی آدمی نیستش که یه کاری رو انجام بخواد یعنی انجام قولی بده و بعد انجامش نده دو مسئله رو اینجا پیش میاد یکی آلبومه که با یه کمپانی دیگه شایع بود یه قرار داد داشتی و بعد از ارائه آلبوم کنار کشیدی و گفتی دیگه نمیخوام کار کنم و بعد مسئله دوم همین چندی پیش بود که کنسرتی در لاس وگاس ازت اعلام شد که داری در این کنسرت میخونی و بعد از دو هفته تبلیغات قطع شد بله اگر دو هفته تبلیغات برای من اگر کرده بودم ممکن بود قطع نشه چی بود داستان اول آلبوم بعد بینیم سراغ کنسرت راجب آلبوم الان صحبت کنیم یا خوشحال میشم اول آلبوم بگیر بله آلبومی که با کمپانی قراردادی داشتم که برای سه تا آلبوم بود که اولیش قرار بود که در سال 2000 بیاد بیرون و سال بعد و سال بعد سه تا آلبوم متاسفانه کمپانی به قرارهایی که من گذاشته بود نتونست عمل کنه آلبوم اول بود 3 سال طول کشید که واقعا آلبوم نباید واقعا 3 سال طول بشه برای اینکه خود شخص خواننده‌ام یک جورایی
نمیخوام بگم زده میشه، ولی اون شوق و اون شوری که قراره برای اجرام داشته باشه در ظرف 3 سال طول کشیدن از دست میده. ممکنه مثلا فرض کنیم در کارهای خوانندگان امریکایی و اروپایی میدیم هر کدوم بعد از 2 سال 3 سال اینها یا آلبوم میدن، ولی در ظرف این 2-3 سال اینا شاید مثلا 40 تا آهنگ 50 تا آهنگ ضبط میکنن مدام در کارن و بعد توش گلچین میکنن 12 تا 15 تا 18 تا هرچی میدن بیرون. ولی برای آلبومی که ما 7 آهنگ 6 تا آهنگ یا مکسیموم 7 آهنگ داریم 3 سال وقت گذاشتن و مدام این ور اون ور کردن چیز جالبی نیست، آدم از شور و شوق میفته. به همین دلیل بریچ آف کانترکتی بود که درست اجرا نشد، برای اینکه آلبوم اول زمانی در اومد که آلبوم سوم قرار بود در اون آلبوم اون قرار داد که به هر حال فی نفسه اصلا باطل هست. یه آلبومی فکر میکنم انشاءالله دارم سعی میکنم برای عید نوروز، حالا یه خود زودتر یه خود دیرتر، برای عید نوروز بدم و بعد از اون آلبوم دیگه دارم از آقای بابک بیان. به یک دلیل بسیار زیبا و قشنگ که میتونم بگم، من بعد از آهنگ شب بیشتر کارام از بابک بیان بود در شروع کار و همیشه هم گفتم بابک و ایرج در کار من به صورت یک ستون بتون آرمه، من روی یک ستون واقعا عظیم بتون آرمه ترانه و آهنگ خودم رو ساختم که ایرج و بابک باعث و بانیشون بودن که از هر دوشون نه الان همیشه تشکر کردم الان هم تشکر. تصمیم دارم کارم رو با بابکم تموم بکنم، شروع کردم و با اونم تموم بکنم که فکر میکنم بعد از این آلبوم بابک رو شروع کنیم به تنظیم و خوندن که فکر میکنم همون 2 سال میشه یه آلبوم که بیاد بیرون، تور آخر رو بذاریم و از حضور دوستان مرخص میشیم. حالا راجع به کنسرت لاس وگاس رو بکنم و اما کنسرت لاس وگاس که بله راجع به لاس وگاس یه مقداری طولانی میشه، امیدوارم که زیاد باید سعی میکنم این رو هم داره کوتاه کنم. من در ماه اکتبر و نوامبر به سختی در اروپا تور داشتم خیلی فشرده بود، تبلیغشم تلویزیون تپه زحمت کشته پخش میکرد. در اوائل نوام به من تلفن زدن گفتن یه پکیجی هست که خانم گوش هستن آقای مرداد هستن و شب یک شبشم منده هستم و گروه جیپسیکین. بعد اطلاع دادن که خب گروه جیپسیکین در تعطیلات کریسمس کار نمیکنن، اصولا دوست دارم پیش فامیل و خانواده باشن. در حال قرار شد که کسی دیگر رو انتخاب بکنن برای شب 24 که آخرین برنامه‌ای که من گذاشتم در اروپا 4 دسامبر بود که 6 پرواز کردم اومدم به لس آنجلس و تلویزیون رو نگاه میکردم، یه مقدارم پرسجو کردم دیدم تبلیغ شب دوم برنامه حدود 3 هفته است میره و تبلیغی که از من داره میره حدود 3 روز شروع شده. ضمن اینکه از نظر خود تایم تبلیغات برای شب دوم خب بسیار تبلیغ طولانی بود، فکر میکنم 1 دقیقه و 30 ثانیه 1 دقیقه و 40 ثانیه و یه تبلیغ بسیار کوچیک 30 ثانیه‌ای در این وسط گنجانده بودن، نه پکیجی در میون بود. برام فکر میکنم در پکیج یه پکیج چه یه شب به هر حال 2 شب خوانندگان این پکیج همدیگر رو فیدبک میکنن و همدیگر تقویت میکنن همدیگر رو، نه پکیجی هست نه تبلیغات درست.